برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم و خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. در برنامه امشب من میخواستم درباره اینکه چطور میشه که در روان بشر خشم به وجود میاد صحبت کنم. ابتدا بذارید من به توجه شما بیارم که نوزاد بشری در بد به تولد خشم نداره و خشم احساسیه که بعداً در روان ما به وجود میاد. گرچه در دوران حاملگی مادر مهمه که نیازات جنین همه برآورده بشه و اون پروسه زایمان که نوزاد از رحم مادر خارج میشه و بند ناف قطع میشه و ششها برای اولین بار باز میشن و هوا تنفس میشه، اینا خودشون میتونن برای نوزاد دردناک باشه و شاید هم به این علل باشه که خیلی شایعه که نوزادان در بد به تولد گریه میکنن. ولی اونچه که مسلمه اینه که اگه این درد پروسه زایمان هم اگه زیاد نشه و موزه زایمان به طور طبیعی صورت بگیره و اشکالی پیش نیاد، باید خیلی خیلی جزئی باشه و مناسب به مقدار دردی که ایجاد شده در درون روان. و ببینیم پس اگر این نوزاد به دنیا اومده ولی در درونش خشم نیست، بعد چطور میشه که در روان این نوزاد و بعد در طفولیت و همینجور که رشد میکنه خشم به وجود میاد و بعدم بیشتر میشه و بیشتر میشه. ما این حقیقت رو باید قبول بکنیم که همینجور که جسم ما احتیاج داره به تغذیه در بعد به تولد، شیر مادر یا شیری که به نوزاد داده میشه و همینجور اکسیژن و تنظیم درجه حرارت و تمام واکسن‌هاش و اون چیزهایی رو که ما برای نوزاد و کودکان میکنیم که از نظر جسمی از اونها مراقبت و مواظبت بکنیم که اونها بتونه رشد جسمیشون صورت بگیره و معمولا نیاز به تغذیه داره، تغذیه مناسب و همچنین حرکت. برای روان و برای مغز هم تغذیهش و غذاش با جسم فرق میکنه. غذای مغز و غذای روان اون آغوش گرم مادریه در ابتدا، اون محبت و برآوردن نیازات عاطفی و روانیشونه که همه بر میگرده به یه محیط امن و امانی که طفل در اونجا احساس امنیت بکنه و بتونه در یه محیط آرامی همینجوری که جسمش رشد میکنه روانش هم به رشد خودش ادامه بده. و خوشبخت اون طفلی که دوران حاملگیش در شکم مادر طبیعی و سالم بوده، زایمان طبیعی و سالم بوده و بعداً آنچه که لازم داشته چه از نظر جنسی جسمی چه از نظر عاطفی و روانی براش مهیا شده. ولی این حقیقت هم باید قبول بکنیم
که هیچ کدوم ما، هیچ کسی توی دنیا نمیتونه وارد دنیا بشه، بعد رشد بکنه بدون اینکه صدمه نبینه. ما هممون در شرایطی دردهایی کشیدیم و صدمه هایی دیدیم. تنها فرقی که ماها رو بین ماها وجود داره و ما رو از هم دیگه تمایز میده، شدت دردهایی که ما کشیدیم و در چه زمانی در حال رشدمون این دردها و این صدمه ها به ما وارد شده. هرچی زودتر این صدمه ها وارد شده باشه، درد بیشتره و خشم بیشتره. یعنی یک رابطه مستقیمیه بین مقدار دردی که ما میکشیم و چقدر زود تو زندگی ما اون درد و صدمه ایجاد میشه و مقدار خشمی که در ما غوطه ور میشه. پس حقیقت اینه که در همه ماها یه خشم غوطه وره در درون روانم، ولی یه عده کیفیت و ماهیت این خشمشون بسیار رذلانه و بیرحمانه و حالت سادیسمی داره و حالت مرگبار داره. در عده دیگه بیشتر جنبه خفیفتر و متمدنتری داره و به خرابکاری و ویرانگری اون گروه دیگه نیست. حالا اگر این که این نوزاد انقدر خوشبخت باشه که صدمه زیاد نبینه و درد زیادی نکشه در ابتدای زندگیش و یه مادری باشه اونجا سالم تا اونجایی که ممکنه و اونو در بغلش بگیره و نیازاتش رو برآورده بکنه و محیط آروم و پرمحبتی رو براش ایجاد بکنه و در ضمن انقدر خوشبخت باشه که یه پدری هم داشته باشه که هم حامی او باشه و هم حامی پدر باشه، مادر باشه و یه محیط امن و امانی ایجاد بشه و این نوزاد بتونه در یه همچین محیطی رشد بکنه بدون اینکه هیچ دغدغه‌ای داشته باشه و بدون اینکه نگران این باشه که کسی به اون آسیب میزنه. و در ضمن اگه برادران و خواهرانی هم داره، اونها به علت حسادتشون این طفل بیگناه و هدف خشم قرار ندن و در نتیجه این محیط خانوادگی امن و امان بمونه و در نتیجه کودک بتونه رشدش رو ادامه بده. حالا تازه اون طفل باید انقدر خوشبخت باشه که عوامل طبیعی هم، طبیعت هم مثل آتش سوزی و زلزله و فاجعه هایی که به علت جنگ و امراض صورت میگیره، این کودک رو تحت تاثیر قرار نده و اتفاق نیفته در طول زندگیش و این بچه خوششانس به صورت یه ایدئالی میتونه بی خشم یا خیلی خیلی کم خشم باشه، بلکه اینکه دردی وجود نداشته. ولی هرگز در دنیایی که ما در دنیای حقیقی که ما درش زندگی میکنیم همچین کسی وجود نداره، چون امکان نداره ما بتونیم از بدو طفولیت رشد بکنیم و برسیم به سن 7-8 سالگی بدون اینکه درد بکشیم، بدون اینکه اون چیزی که میخوایم و نیاز داریم کاملا برامون مهیا بشه و هیچ اتفاقی نه برای مادرمون بیفته، نه برای پدرمون بیفته و نه برای اعضای خانوادمون بیفته. این چیزی که به صورت ایدئال ما داریم الان تجسم میکنیم در حقیقت وجود نداره. در نتیجه ما اینو قبول کنیم که در درون ما همه بدون استثنا خشم وجود داره. یعنی بشر بدون خشم نداریم. حالا ببینیم که
اگر این خشم به علت دردهایی که در درون ما به وجود میاد جایگزین میشه، بعد ما چیکار میتونیم بکنیم که این خشم ما ویرانگر نشه و خرابکار نشه؟ همونجور که قبلا عرض کردم خدمت شما بینندگان گرامی، بستگی به ماهیت و کیفیت این خشم داره و چقدر رذلانه است، چقدر خرابکارانه است و بدن با این خشم ما چه کار میکنه. در اغلب موارد اگر این خشم شدید باشه تحمل نمیتونه بکنه روان، خصوصا در کودکی که اونو تجربه بکنه. برای اینکه ما بدن بتونیم زنده بمونیم و بتونیم به زندگی ادامه بدیم، مجبوریم که این احساس خشم و اون احساس دردی که با این خشم همراه بوده، هر دوی اونها رو در درون خودمون، در درون روان دفنش کنیم و از بخش آگاه و هوشیار خودمون دور نگرش داریم که بتونیم به زندگی ادامه بدیم. این برای ما بعدها اشکال ایجاد میکنه و ریشه بسیاری از بیماری های عاطفی و روانی همین خشمیه و احساسات دردناکیه که در درون ما دفن شده، در درون روان ما، و باش مقدار زیادی احساس گناهه که اون احساس گناه خودش میشه موتور بسیاری از کارهای خودخرابکارانه ما. در نتیجه اگر ما بخوایم نراهایی پیدا بکنیم از این بخش خرابکار خودمون، مهمه که این احساساتی رو که ما دفن کردیم حفاری کنیم، بیاریم به سطح، با اونها روبرو بشیم، اونا رو حس بکنیم، حالا به طرف مادره، به طرف پدره، به طرف خواهره، به طرف برادره، اینا به طرف هر کسی هست، اون بیاد به سطح، تجربه بشه، احساسات دردناکی که چسبیده بهش اونا هم بیاد به سطح، حس بشه، تجربه بشه، و بعد ما این حالت خودخرابکاریمون از دست میدیم، خودویرانگری رو از دست میدیم، این حالت تجاوز به دیگران هم از دست میدیم و میشیم یه بشر. و باید در نظر داشته باشیم که فقط این احساسات دردناک و خشم نیست که ما مدفون میکنیم در خودمون و سرکوبش میکنیم، با اون متاسفانه احساسات مثبت ما، عشق و علاقه ما، احساسات بشر دوستانه ما همه مدفون میشه. و هر موقع ما این احساسات رو برانگیزیم یا عوامل خارجی باعث بشه که این احساسات برانگیخته شوند، استراب ما میره بالا، مگر اینکه کاملا بتونیم اونا رو حس و لمس بکنیم، دیگه اون موقع مضطرب نمیشیم. در حال حاضر در این مناظرهای انتخاباتی ما میبینیم که چجوری در این کاندیداهای رئیس جمهوری وقتی به هم دیگه میپرن این احساسات برانگیخته میشه و بعدن ما تنها چیزی که در اونها میبینیم استرابه و بعدن مکانیسم‌های دفاعی که میخوان استرابشون رو کنترل کنن با اون و بیارن پایین، که ما میبینیم به صورت نیشخند و سارکزم و تهمت زدن و شکایت کردن از همدیگه و مقصر کردن عوامل دیگه و از این شاخه به اون شاخه زدن و مکانیسم‌های مرضی ناسالمی که هر دوی اونها به کار می‌برن، دروغگویی و غیره، ما
روزانه در میدیا و اخبار میشنفیم و میبینیم که مواقعی که این احساسات مدت زیادی سرکوف شده و این مکانیسم‌های دفاعی سالها پشت سر هم به کار برده شده، این افراد به اصطلاح خیلی پوست کلفت میشن و به راحت میتونن مثل یه آدم شارلاتانی بدون استراب حتی دروغ بگن و کلاه برداری کنن و ادعاهایی بکنن که از نظر دنیای امروزی ما قابل عمل و قابل قبول نیست. حالا ببینیم که وقتی ما این خشم رو در درون خودمون مدفون میکنیم و حسش نمیکنیم، لمسش نمیکنیم و ازش آگاه نیستیم، چه اتفاقی میفته؟ این خشم اگر به طرف کسانی باشه که ما به اونها احساسات مثبت و عشق و علاقه داشته باشیم، فرض کنیم نسبت به مادر، پدر، خواهر، برادر، در این صورت به محض اینکه اون احساسات به حرکت میفته، پهلوی اون هم چسبیده به اونم احساس گناه هست و اون احساس گناه یکی از دردناکترین احساسات بشریه و اون احساس گناه باعث میشه که این احساس خشم اونجا بمونه و نیاد به سطح و حس و لمس بشه و موقعی که این احساسات در درون ما مدفونه، ما امکان داره که اگر 180 درجه خشم دور بزنه به خودمون بزنه افسرده بشه و اگر اینکه غوطه‌ور بشه در درون ما، در اون صورت اضطراب به وجود میاره و هر عامل خارجی که سبب تحریک این احساس خشم بشه برای ما اضطراب آوره و بسیاری افراد تنها چیزی که حس میکنن اضطرابه به جای اون خشم، برای اینکه اون خشم برایشون غیر قابل قبوله، درنچه اون پایین زده میشه و اضطراب به وجود میاد. مثالی که برای شما بینندگان گرامی قبلا زدم و تکرار میکنم، خشم مثل اون آتشیه که زیر یه قوری یا یه کتلی وجود داره و در خود کتلی آب جوش میاد و وقتی آب جوش اومد بخار بیرون میاد، اون بخار میشه اضطراب و ما اغلب اضطراب اون بخار رو حس میکنیم، اون خشم رو حس نمیکنیم. موقعی که در این مناظره های انتخاباتی شما میبینید که به هم دیگه پرخاش میکنن، یه حالت پرخاشگری وجود داره، یه حالت گله و شکایت وجود داره، یه حالت تهمت زدن وجود داره، اینا همه مکانیسمایی که بخار رو کم کنه، اضطراب رو کم کنه، برای اون آتشی که اون زیر، اون آتش سوزان خشم هیچ کاری نمیکنه، اون اونجا هسته، ولی اون کسی رو که میسوزونه خود شخصه و در مواردی بدون اینکه ما آگاه باشیم اون خشممون کسان دیگر هم میسوزونه و تنها راه درمان این خشم اینه که ما بتونیم مکانیسم‌های دفاعی رو همه رو بزنیم کنار، دسترسی پیدا بکنیم به اون خشم، اونو حس بکنیم و بتونیم اونو به سطح بیاریم و رهایی پیدا بکنیم، خلاص بشیم از اضطراب و افسردگی که اونجا وجود داره. البته همه ماها تحملمون نسبت به درد یک جور نیست، یه عده‌ای بیشتر میتونن تحمل کنن دردها رو، یه عده‌ای کمتر و نوع مکانیسمایی هم که ما به کار میبریم بسته به اینه که درد کی ایجاد شده، در چه مرحله از رشد ما ایجاد شده. اگر اینکه در 3-4 سال اول زندگیمون
درد ایجاد شده باشه، اون موقع بیشتر مکانیسم‌های دفاعی که به کار می‌بریم خیلی کودکانه و بچگانه است. معمولاً کسای دیگر رو مقصر می‌کنیم، معمولاً حالت افسردگی پیدا می‌کنیم و یه حالت عقب‌گرایی داره مکانیسم‌های دفاعی. هرچی دیرتر صورت بگیره اون موقع مکانیسم‌های دفاعی ما جنبه عقلانی پیدا میکنه و فکری پیدا میکنه و وسواسی پیدا میکنه و دلیل تراشی میکنیم و ثابت شده که در محیط هایی که فقر وجود داره و کشت و کشار زیاد صورت میگیره، مثلا گنگ هایی وجود دارن، خرید و فروش داروها وجود داره، بچه هایی که در این مناطق بزرگ میشن اونها بیشتر خشمگین هستن و به اعمال وحشیانه و کشت و کشارا و وایلنس دست میزنن و تشخیصات روانی در این گونه افراد بیشتره تا کسانی که در مناطق مفرح به دنیا میان و بزرگ میشن. کسانی که صدمه مغزی دیدن و اون قسمتی از مغزشون که باید کنترل بکنه رفتار و حرکات و عواطف ما رو اون از کار میفته، اونها بیشتر خشمگین و وایلنت میشن و به سرعت خشمگین میشن. افرادی که دردهای مزمن دارن و از دردهای مزمن و طولانی زجر میکشن، در اونها هم خشم بیشتره و متاسفانه خشم بیشتر به طرف خودشون برمیگردونن و در اونها خودکشی و خودآزاری بیشتر دیده میشه و اونها میتونن خیلی سریع خشمگین بشن. در معتادین ما بیشتر این خشم و وایلنس رو میبینیم که خصوصا اگه داروهای هذیان‌آور به کار ببرن یا مواد مخدره به کار میبرن، اونها یا در زمان مستی خیلی راحت میتونن خشمگین بشن و وایلنت بشن. پس اگر ما به این عوامل نگاه کنیم میبینیم بهترین راه درمان این خشم درونی اینه که ما پیشگیری بکنیم از اون درد اولیه. اگر اون درد ایجاد نشه خشم ایجاد نمیشه و هرچی زودتر در طفولیت ما بتونیم جلوی درد رو بگیریم یا از وجود درد و به وجود اومدن درد جلوگیری بکنیم، اون موقع خشمی نیست و زندگی برای همه تو جامعه راحت تره. اگر قبل از 4 سالگی این آسیب های دردناک صورت بگیره، خشم هم شدتش بیشتره و هم ماهیتش از این جهت که خیلی سادیسمی و زجر آور و رذلانه می باشه. رابطه چند سال اول کودک با مادر بسیار مهمه در این مورد و خصوصا این که اگر پدری ظالم باشه در محیط هایی که شوهر یا پدر نسبت به مادر خیلی ظالمه و خیلی خشونت به خرج میده، در کودکان خشم بیشتر دیده میشه و این کودکان وقتی بزرگ میشن در بزرگسالی خیلی آدم های خشمگینی میشن، برای اینکه اون کسی که میبایسته محافظ اونها باشه و میبایسته محیط خونه رو امن و امان بکنه، اون خودش شده ستمگر و ظالم و تجاوزکار. در نتیجه درد به مراتب بیشتر اونجا تا اگر اینکه یک کسی از خارج بیاد و ظالم بشه. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم. تا پنجشنبه دیگه هفته شب با شما بینندگان گرامی خداحافظی میکنم و برای همه شما آرزوی سلامت جسم و روان میکنم. خداحافظ. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی.
برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.